سلام و شبتان بخیر. امروز دوشنبه ششم عمل سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 26 مارچ سال 2018 میلادی. در نخست سرخط مهمترین ها، آمادگی ها به نشست صلح تاشکند. نتیجه مهم این کنفرانس این خواهد بود که ما بتونیم یک اراده جمعی را در منطقه و فراتر از منطقه شکل بدیم. رویارویی واشنگتن و تهران در کابل. قرار ناکامی های حوزه خاورمیانه و اختلافات اونجا منتقل بشه به افغانستان. و تحریم های تازه امریکا بر پاکستان. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله میگوید نشست تاشکند به صلح افغانستان و همکاری منطقوی کمک میکند. رئیس اجرایی با ابراز امیدواری از این روند تاکید میورزد که در محور این نشست روی پیشنهادات صلح حکومت افغانستان با طالبان گفتگو خواهد شد. از آدرس افغانستان رئیس جمهور برای رهبری در نشست جهانی صلح در تاشکند اشتراک میکند و عصر امروز به ازبکستان سفر کرد. علی اصغری بیشتر در این مورد میگوید. برای آشتی حکومت افغانستان با طالبان راه چاره جستجو میکنند. صلحی که به گونه واقعی در جغرافیای افغانستان مظهر نشده. شاید از این رو بود که رئیس جمهور صلح بدون قید و شرط را به طالبان در کابل پیشنهاد کرد و اینجا در تاشکند با شرکای جهانی خودش روحهای دیگر آن پیشنهاد را دنبال میکند. امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور. همکاری های منطقوی بخش مهم از نشست تاشکند. بیشتر کشورهای هممرز افغانستان را برای صلحیابی این کشور گوشزد می کند. نتیجه مهم این کنفرانس این خواهد بود که ما بتونیم یک اراده جمعی را در منطقه و فراتر از منطقه شکل بدیم که ما چطور میتونیم با هم در برابر پدیده های مثل تروریسم، اقتصاد جرمی، مافیا، مواد مخدر مبارزه کنیم. این نشست را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان رهبری می کند و اعضای کلیدی این نشست که در پایان دو روز رایزنی برای صلح افغانستان اعلامیه خواهند داد، نماینده اتحادیه اروپا، نماینده سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، هند، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. اما میزبان برای صلح افغانستان چی می کند؟ ازبکستان برای اولین بار نه بلکه به تلاش های خود برای ادامه روند صلح افغانستان در سطح دو جانبه و چند جانبه ادامه خواهد داد. نشست تاشکند را واشنگتن تعبیر خوب برای صلح افغانستان می داند. اما اینکه طالبان چراغ سبز نشان نداده برای آمریکا و افغانستان نگران کننده است. متاسفانه تاکنون طالبان برای گفتگوی صلح آمادگی نشان ندادند، اما امیدواریم تا آنان بروند صلح بیایند، زیرا که یک راه برای رسیدن به صلح افغانستان همین است. برخی از رسانه‌های خارجی گزارش دادند جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که در این نشست یک بار دیگر درخواست گفتگو از طالبان مطرح خواهد شد، درخواستی که پیش از این طالبان به آن پاسخ نداده بود. سفیر ایران در کابل میگوید که آمریکا میخواهد اختلافش با تهران و ناکامیش در جنگ سوریه و عراق را در افغانستان دنبال کند. محمد رضا بهرامی متهم شدن تهران و پشتیبانی از طالبان را از سوی سفیر آمریکا در کابل غیر مستند و غیر منطقی میخواند و از این کشور خواستار ارائه اسناد به دولت افغانستان است. سفیر آمریکا در کابل گفته است که ایران برای طالبان پشتیبانی لوجستیکی فراهم میسازد. گزارشی از همکارم باعث حیات ببینید. اختلاف تهران و واشنگتن از جنگ سوریه و عراق تا افغانستان. جان بس سفیر آمریکا در کابل در گفتگو با بی بی سی گفته که سپاه پاسداران ایران برای جنگجویان طالب در افغانستان پا
پشتیبانی لوجستیکی فراهم می سازد و این همکاری با ناامن شدن مرزهای شرقی ایران تمام خواهد شد. آنچه من می دانم این است که ایران به طالبان پشتیبانی لوجستیکی فراهم می کند. البته این پشتیبانی یک مقدار پیچیده است، بخصوص که سپاه پاسداران ایران در آن دخیل است. برای ما مشکل است بدانیم چرا ایران دامن زدن به جنگ در افغانستان را به سود خود می بیند. جنگی که می تواند مرزهای شرقی ایران را ناهم بسازد. اما سفیر ایران در کابل واکنش تندی در برابر گفته های جان باز دارد. می گوید موضع‌گیری واشنگتن غیر سازنده، غیر مستند و غیر منطقی است و مفهوم آن دنبال کردن اختلاف های تهران و واشنگتن روی جنگ سوریه و عراق در افغانستان می باشد. پل می زنی بین تحولی که در خاورمیانه وجود داره و افغانستان. آدم رو نگران می کنه که آیا واقعا این به مفهوم اینه که قرار ناکامی های حوزه خاورمیانه و اختلافات اونجا منتقل بشه به افغانستان؟ تهران از سفیر آمریکا در کابل میخواهد درباره این اتهامش بعد دولت افغانستان باید اسناد ارائه کند، هرچند که ایران برقراری تماس های مقطعی این کشور را با گروه طالبان روی برخی اهداف تایید می کند، اما می گوید با این گروه رابطه ندارد و کابل هم در جریان تماس های تهران و طالبان قرار دارد. اعلام کردیم که تماس داریم و بین تماس و ارتباط مرز کشیدیم و گفتیم ارتباط به مفهوم مشروعیت زایی است. ما این سیاست رو نداریم، اما تماس این اتفاق در موردش نمیفته چون کاملا محدوده و هدف گذاری ها کاملا مشخصه. وزارت خارجه افغانستان در پیوند بر رویارویی تهران و واشنگتن در کابل چیزی نمیگوید، اما پافشاری دولت پیوسته بر همگرایی کشورها در افغانستان بوده نه تقابل. رئیس جمهور غنی میگوید که تعهداتش به مردم کاغذی و عوام فریبانه نیست، بل تعهدات واقعی است. آقای غنی در مراسم گشایش کارخانه قطعات پیشساخت از کابینه اش هم میخواهد که شفاف عمل کنند و مردم را فریب ندهند. رئیس جمهور همچنان از پرداخت هزینه ساخت بیش از 100 مکتب خیالی از سوی حکومت نیز خبر میدهد، اما میگوید در ساخت ساختمان مکتب ها از این پس شفافیت خواهد آمد. باز هم گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. برای نخستین بار گشایش کارخانه قطعات پیش ساخت در افغانستان. اینجا رئیس جمهور غنی میگوید تعهداتش روی کاغذ و عوام فریبانه نیست، بل عملی است، هرچند که برخی تعهدات زمان بر هم باشد. اماج من دیولس سر کاغذیش من ندی، دعوام فریبیش من ندی، واقعیش من دی، او انشالله و تعالی طول به عملی کو. با باور رئیس جمهور قطعات پیش ساخت در روند ساختمانسازی هم شفافیت ایجاد می کند، هم بهای ساخت و ساز ساختمان ها را ارزان می سازد و هم از وقت کشی می کاهد، چرا که در گذشته هزینه ساخت بیش از 100 مکتب از سوی حکومت پرداخت شده، اما ساختمان هیچ مکتب آن آباد نشده، بل همه خیالی بودند. صدها مکتب دیگر از تهداب روی ندید در حالی که پیش پرداختا صورت گرفته. حد زیاده از 100 مکتب پیش پرداختش صورت گرفته بود، خش سر خشت مانده نشده بود. حکومت قصد دارد که از قطعات پیش ساخت برای آبادسازی مکتب ها، مرکز های بهداشتی و تأسیسات خدمات عامه کار بگیرد که بخش های ناامن کشور هم شامل این تصمیم حکومت است. با فعالیت فابریکه تولید قطعات ساختمانی پیش ساخت می توانیم که در یک روز 3000 متر مربع را تولید بکنیم. هرچند برای ساخت حدود 1000 مکتب پول پرداخته شده، اما به گفته رئیس جمهور تاکنون ساختمان هیچ کدام آن به بهره برداری سپرده نشده است. با آن هم رئیس جمهور گفته که در 97 ساخت و ساز 6000 مکتب در کشور آغاز خواهد شد.
ادامه نوع امنی در شماری از ولایت‌های کشور مانع برگزاری انتخابات همگانی خواهد شد. شماری از احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند حکومت نتوانسته برنامه مشترک را برای تامین امنیت مرکزهای رایدهی روی دست گیرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی اطمینان میدهند تا برگزاری انتخابات این مرکزها تامین امنیت خواهد شد. لیدا نیازی جزئیات میدهد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نهادهای ناظر و شماری از احزاب سیاسی از کندی کار کمیسیون در روند برگزاری انتخابات به موقع نگران هستند. آنان میگویند امنیت مرکزهای رایدهی یکی از موارد مهم انتخابات است که تا اکنون گام‌های اساسی برای تامین امنیت آن برداشته نشده است. آنان میگویند با این وضعیت برگزاری انتخابات میتواند بحران تازه‌ای را ایجاد کند. امنیت مراکز رایدهی متاسفانه به یک چالش بسیار کلان تبدیل شده. اینکه بیشتر از 1000 محل دیگه در کل تعدادات امنیتی بیشتر از 1020 محل دیگه هم به حدی بیشتر است که ممکن برگزاری انتخابات در اون ساحل ناممکن باشه. حکومت افغانستان مکلف است تا در تامین امنیت مراکز رایدهی در تمامی ولایات و ولسوالی ها کمیسیون‌های انتخاباتی را همکاری نماید. اما کمیسیون انتخابات از تامین امنیت مرکزهای رایدهی از سوی نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد. اونا پلان امنیتی خود با ما شریک ساخته و ما از پلان امنیتی اونا تا حد مطمئن هستیم که انشاءالله اونا میتونه با قو ارگانهای امنیتی ما وزارت داخله وزارت دفاع با کمک نیروهای خارجی RS اینا میتونه که انشاءالله که اونمو وعده که به ما سپرده مراکز امنیت مراکز ما را فراهم بسازه. او تعداد مراکز رایدهی که با تهدیدات بلند مواجه است جز پلان عملیاتی نصرت است که باید به صورت مکمل و ساحات پاکسازی شود تا ای که به شکل درستش انتخابات صورت بگیره. بر بنیاد ارزیابی نهادهای امنیتی از میان 7355 مرکز رایدهی 948 مرکز بیرون از اداره دولت است و 1120 مرکز رایدهی با تهدید بلند و 1122 مرکز دیگر با تهدید متوسط روبرو اند که نیازمند عملیات‌های نظامی می‌باشند. یک مرد در اعتراض با آنچه بی‌عدالتی حکومت محلی تخار برای جلوگیری از غصب زمین‌هایش می‌خواند در مقابل ساختمان ولایت خود را حلق‌آویز کرد و از سوی مردم نجات داده شد، اما می‌گوید 5 سال می‌شود بر سر زمین با بعضی‌ها دعوای حقوقی دارد اما حکومت محلی تخار و پرونده اش رسیدگی نمی‌کند. این مرد شاه محمود نام دارد. او باشنده روستای آس شهر طالقار است. وی در اعتراض به بی‌عدالتی از سوی حکومت محلی تخار در برابر درب ورودی ولایت خودش را حلق‌آویز نمود اما از سوی مردم نجات داده شد. وی در نخست گفت که معاون والی و رئیس شورای ولایتی مردم را تحریک میکنند تا زمینهایش را غصب کنند، اما بعدا از این گفتهایش منکر شد و میگوید که چند سال میشود که زمینهایش از سوی برخی افراد غصب شده اما حکومت محلی از غصبی نمایت کرده و زمین ها را برایش نمی دهند. زکی انواری خان برادر کشنده ای کرد یک قواله به نام خیرالله ولد پرتو اینجا تصویرش است. عرضه ای مرا دوزی کرده جور کرد. اما دردناکتر ویدیوی فرزند این مرد است که اشک می ریزد تا مبادا پدرش جان بدهد. با این حال مسئولان محلی تخار می گویند نخستین بار است که این مرد به ولایت مراجعه کرده و به زودی دعوای وی را فیصله خواهند کرد. عرضایش نمی اکثر عرضایش می بینید که مقام ولایت، پلیس و سرانوالی، قضای دولت، کسای کی سرازی دعا داره فعلا جلب شدگی هست. شاه محمود هشدار می داد که اگر به پروندهش به گونه درست و قانونی رسیدگی نشود به کابل رفته و در برابر ارگ ریاست جمهوری خود و خانوادهش را آتش خواهد زد. تا لحظات بعد هم بیننده رویدادهای خارجی باشید. تیم‌های تازه آمریکا بر پاکستان. 7 شرکت پاکستانی شامل فهرست تحریم و هشدار از تحریم‌های بیشتر. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. امریکا 7 شرکت پاکستانی را به اتهام ارتباط با تجارت هسته‌ای تحریم کرده است.
اداره صنعت و امنیت امریکا گفته است که این شرکت ها مغایر با منافع امنیت ملی یا سیاست خارجی امریکا کار می کردند. مقامات پاکستانی و این شرکت ها هنوز واکنشی به این تصمیم امریکا نشان ندادند. امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی در اقدام هماهنگ ده ها دیپلمات و شهروند روسیه را اخراج کردند. این اقدام به تلافی حمله به یک جاسوس سابق روس در بریتانیا با سم اعصاب صورت می گیرد. در امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور دستور اخراج 60 شهروند روسیه را از سفارت این کشور در واشنگتن و سازمان ملل در نیویورک با هماهنگی متحدان ناتو صادر کرده است. به گفته مقام های امریکایی 47 نفر از این افراد مامور اطلاعاتی روسیه هستند که از سفارت این کشور در واشنگتن اخراج می شوند و 12 نفر دیگر هم باید از دفتر روسیه در سازمان ملل متحد در نیویورک خاک امریکا را ترک کنند. پلیس اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در ارتباط به پرونده مربوط به اتهامات فساد مالی مورد بازجویی قرار داده است. این جلسه سوال و جواب امروز دوشنبه در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل انجام شده که به گفته رسانه های این کشور ممکن است حتی به کنار رفتن او از قدرت هم منجر شود. تا لحظات بعد هم بیننده یک رویداد اقتصادی باشید. نگرانی از استخراج غیر قانونی معادن، انتقاد از ظرفیت پایین در وزارت معادن و آمادگی اتحادیه اروپا. دوباره خوش آمدید. استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان چالش کلان در برابر رشد اقتصاد شده است. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید ظرفیت پایین در وزارت معادن بیشتر عامل چالش است. در همین حال اتحادیه اروپا تعهد به همکاری با وزارت معادن در زمینه رشد ظرفیت میدهد. استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان پدیده‌ای که همواره نگرانی نهادهای ملی و جهانی را به دنبال گرفته است. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید ظرفیت پایین در وزارت معادن یکی از عوامل به تاراج رفتن منابع معدنی افغانستان است. شما میدانید که استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان در برابر رشد اقتصادی این کشور یک چالش بزرگ است. در همین حال برخی از نهادهای ناظر کمبود ظرفیت در وزارت معادن را مانعی بزرگ در برابر سرمایه گذاری ها می دانند. به هر وزارت که چکال وزیر بدل شوه دی آقی دا ویلی چی پا وزارت که ظرفیت نشته، پا وزارت که پالیسی نشته، وزا پا پالیسی و پا ظرفیت بنده کار کومه. دا شته دی پا وزارتونی که ظرفیت شته ولی حق خلق چی پا آقی که پوه لری، آقی کار کوله شی، آقی تجربه لری، آقی تا وقت نشه اون نور کول کیگی. پیش از این نیز برخی از نهادهای ناظر از تاراج معادن در بخش‌هایی از کشور ابراز نگرانی کرده بودند که هنوز هم این نگرانی پا بر جا گفته می شود. در ادامه هم توجه کنید به نرخ ارزها. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 10 پول، 1000 کلدار پاکستانی 602 افغانی و 1000 کلدار هندی 1060 افغانی. مهمترین های ورزش همکار محمد زبیر حبیب زاده تقدیم شما می کند. زبیر خوش آمدید. تشکر. سلام خدمت تمامی بیننده ها. چند خبر تا لحظات دیگر. تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از ظهر فردا در دوشنبه تاجیکستان از کمبودیا پذیرایی میکند. در این حال اوتو فستر و فیصل شایسته مربی و کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان صبح امروز در نشست خبری قبل از بازی فردا از آمادگی تیم ملی فوتبال کشور برابر کمبودیا خبر دادند. رشاد مشعل گزارش میدهد. تیم ملی فوتبال افغانستان که در گروه سی مقدماتی جام ملت‌های آسیا با کشورهای اردن، ویتنام و کمبودیا هم گروه شده بود، با سه تساوی و کسب سه امتیاز عملاً چانس رفتن به جام ملت‌های 2019 آسیا را از دست داده است. این تیم بعد از ظهر دوشنبه آخرین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان برای رویارویی با کمبودیا انجام داد.
ما کوشش میکنیم بخیر دیگه مسابقه رو ببریم. آسان مسابقه نیست، چند بچه های نو آمدن، چند بچه های که دیش دا بازی نکردن. آمدگی مو نیولی دی، تبرینون دیر شدی، آواز آمدن و آمدگی مو دیر ارتا نیولی دا بازی تا دا بازی باید وگه تو دیره نمری ارسا واخو دا کمبوجا سا. نو انشالله دواوی کوئی چه دا بازی وگه تو. در همین حال اوتو فیستر و فیصل شایسته سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور در یک نشست خبری مقابل دوربین رسانه ها حضور پیدا کردند و از آمادگی تیم برای دیدار فردا سخن گفتند. در بازی رفت روی اشتباه دروازه‌بانمان گل خوردیم و در ادامه هم هر قدر حمله کردیم موفق به گلزنی نشدیم. در فوتبال 90% تلاش و تاکتیک تیم است و 10% هم چانس که ما خوش شانس نبودیم. فردا ما می‌خواهیم اشتباهات بازی رفت را جبران کنیم و مسابقه را با پیروزی تمام کنیم. قطعا فردا برای هوادارانمان وارد میدان خواهیم شد. شیران خراسان بعد از ظهر دوشنبه در حال در دوشنبه تاجیکستان آخرین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را برابر کمبودیا برگزار می‌کنند که این تیم در دیدار رفت و در عین ناباوری 1-0 مغلوب این تیم نچندان نامدار آسیا شده بود. اکنون وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین هم 3 پیش بینی شده است. از همراهیتان به خبرهای این ساعت آریانا سپاسگزاریم.